درود بر شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه های تصویر پارسه با برنامه دیگر در خدمتتون هستیم و امیدواریم تا آخر برنامه با ما باشید امروز درباره محمود قربانی گوگوش و راه اعتمادی صحبت میکنیم محمود قربانی از پیشکسوتان عرصه موسیقی، هتلداری و کابارداری است. و یکی از مطرح ترین افرادی است که در این رشته مشهور و محبوب مردم بود وی سابقه طولانی در این عرصه رو در اختیار دارد و شاید بتوان گفت از رکورددارترین افرادی است که در این عرصه فعال بوده و موفق از تاثیرگذارترین انسانهایی است که در رشته خودش خیلی خوب موفق و پیشرو بود و میتوان گفت در این امر شهست سال فعالیت نموده کارش رو به خوبی انجام داده و بسیار هم موفق بوده و بسیاری از خوانندگان قدیمی که الان محبوب و مشهور هستند و پولساز هستند از کسانی هستند که محمود قربانی بسیاری از اونها رو به عرصه موسیقی روانه کرده و محبوب و مشهور کرده غیر از فاقه آتشین می میتوان از همیرا، محستی، هایده، داریوش، ابی و خیلی افراد نام برد که بیاد کسی که پنج سال خرج زندگیش کرده و بی احترامی کنه به یه استار ایرانی برای من خیلی گرون تموم شده من تو زندگیم یه همچین اهانتی به گوش نکردم که یه همچین آدم کسیب در طول شهست سال فعالیت سمرهی موفق از خودش به جای گذاشته است. اما محمود قربانی در این روزها و در این سن و سال هنوز از کار دست نکشیده و فعالیت میکنه و خودش رو بازنشسته محسوب نمیکنه و همچنان فعلا در شبکه های اجتماعی و مجازی فعالیت خودش رو انجام میده و کارش رو هر روز شما میتونید در شبکه های مجازی ببینید البته برخی صحبت ها و حرفاش تکراری است و شاید بتوان گفت یک برنامه رو شاید چندین بار تا حالا گفته اما به هر حال مخاطبان باز گوش می کنند کامنت میذارن صحبت می کنند آدم رکگو و صادقی است بدون ترس و واهمه حرفاش رو میزنه از اینکه بعدش چی میشه واهمه ای نداره و امروز در برنامه ای که در صفحه خودش به انتشار گذاشته بود صحبت از راه اعتمادی آخرین هم خونه گوگوش یا پارتنر گوگوش دل پری داشت و صحبت می کرد و از بی که از طرف رها اعتمادی نسبت به همسر سابقش انجام شده دلخور بود و خشمگین. به هر حال هرچه باشه گوگوش مادر بچهش هست کامبیز قربانی پسرش رو خیلی دوست داره و این احساس نزدیکی که بین محمود قربانی و کامبیز قربانی صورت گرفته و مشخص قربانی اون رو خیلی دوست داره و به کس دیگری غیر از پسرش و نوهاش رو نداره گرچه با گوگوش دیگر نسبتی نداره ولی انگار هنوز به گوگوش احترام خاصی میگذاره اون رو دوست داره حالا به حرفاش گوش کنید باز میام در خدمتون هستم با سوپر استار ما چنین با شخصیتی رفتار میکنه ویدیوشو میبینین و چطوری بی احترامی به زنی که با تمام وجودش بهش حمایتش کرده بچه هاشو گذاشتی کنار نواهاشو گذاشتی کنار به خاطر یه همچین بچه سسول

به این قضاوت شما هاست که چنین شخص کسی رو تو جامعه تردش کنیم که به سمبول هنری شما و عشق شما من به طرفداران گوگوش دارم میگم که اینقدر سنگ به سینه گوگوش در یابین چه کسی داره که صافت کاری میکنه در زندگی گوگوش خب شنیدید و دیدید که محمود قربانی چه گفت از رها اعتمادی خیلی واضح هست که عشق و ای که نسبت به واقعی آتشین یا گوگوش داره عشقی پنهان است که هنوز در قلب محمود قربانی لونه کرده شاید در عمل چیزی رو بیان نکنه اما حداقل این احساس رو در قلبش داره که گوگوش مادر بچهش هست و دلش نمیخواد از ابهت ارزش گذشتش کم بشه دوست داره همه به او مثل گوگوش سالهای اوج اوج او در جوانی نگاه کنند و براش قابل تحمل نیست که یک جوان تازه کار به عنوان همخونه و یا پارتنر با گوگوش زندگی میکنه اما یک دفعه ببینه در یک فیلمی از فائقه آتشین جلو بزنه سرش بندازه پایین از در خارج بشه باید با احترام میستاد تا گوگوش از در خارج میشد و بعد او دنبالش میرفت یعنی در اصل هر زن و شوهری و هر زن و مردی که با هم حتی دوست هم باشند این عمل انجام میشه اینکه احترام خاصی باید به بانوان گذاشت حتی با آدم های غریبه حالا اینکه همسر یا همخونه یا پارتنر رها اعتمادی بوده از یک طرف و اینکه وی یک زن بوده و قابل احترام هست و دوم اینکه یک هنرمند محبوب پس باید این امر رو در نظر گرفت که چرا اینگونه شده؟ حالا کسی که از اونها فیلم گرفته چی بوده و کجاست اینجا؟ و مسئله ای که پشت اون میز که این دو نفر یعنی گوگوش و رهای اعتمادی برمیخیزند و از در خارج میشند چه چی چیزی مطرح شده است که هر دو نه خیلی خوشحال بلکه ناراحت خارج میشند؟ به هر حال عصبانیت محمود قربانی قابل درک است و نمیتواند ببیند که سمره دستش که خودش اون رو به سمر رسانده و به اینجا رسانده و همسرش بوده و مادر بچهش هست به این شکل باهاش برخورد بشه و در اصل از همه مهمتر یک هنرمند محبوب مردم یک هنرپیشه خوب خواننده ای که بسیار خوب میخونه و حتی الان هم که در سن هفتاد سالگی است بازم صداش خوبه وی کسی بود که الگوی زنان و دختران در دهه چهل و پنجا از نظر مد و لباس بود هنرش رو همه دوست داشتن در رادیو تلویزیون همیشه برنامه داشت در رادیو در تلویزیون در کاب و بسیار انسان موفقی بود و هست پس باید بهش احترام گذاشت باید به یک هنرمند محبوب مردم خصوصا یک جوان کسی که سنش خیلی پایین تر از اون هست و یک هنرمند مشهور و مطرح هست و در ایران مطرح هست باید بهش احترام گذاشت. این حرکت درستی نبود حالا هرچه که در اون فضا اتفاق افتاده باشه به هر حال احترام و ارزشگذاری هیچ وقت نباید فراموش بشه. من حق رو به محمود قربانی میدم و از اینکه ناراحت شده عصبانی شده بهش حق میدم اما ای کاش کمی آرامتر و لطیفتر صحبت میکرد و از الفاظی که به کار برد استفاده نمیکرد ولی خب به هر حال اخلاق محمود قربانی این گونه است عصبی میشه زود ناراحت میشه جوش میاره و حرفشو میزنه و صادق و رو راست است ارزشمند هر کسی اینجوری نیست درو نیست جلوی رو یک جور باشه پشت سر یک جور. یک آدم صاف و ساده و رچگو و خوبی است برنامه رو گذاشتم تا در این مورد دل پری هم محمود قربانی داشت بهش بگم حق با توست باید احترام گذاشت به یک هنرمند باید اون رو در مجامع عمومی و حتی در زمانی در خلوت خودتون هم هستید این احترام باید گذاشته بشه با سپاس از شما تا برنامه دیگر بدرود